امیررضا. خب بچه ها، فصل ده امروز دیگه میخوایم تموم کنیم. من باز دوباره کاغذ نوشتم، یادم نره چیا مونده، نکاتی که از فصل ده مونده. ببینم، مکتب مراغه رو گفتم، مارو خواجه نصیرالدین بود، رصدخانه مراغه. خب اولین کسی بود که گفت خورشید مرکزیت داره نه زمین. بعد یه چیز دیگه که بعد میگفتم، سال نوری رو گفتم، سال نوری رو با الوای نشون میدن، لایت ایر به اصطلاح. واحد نجومی رو گفتم با ایو نمایش میدن، یو هم که فکر کنم میشه یونیت. این واحد نجومی فاصله زمین بود تا خورشید 150 میلیون کیلومتر، 15^7. سال نوری فاصله ای بود که نور در مدت یک سال طی میکرد. سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه است. چرا من ماسک دارم؟ 300 هزار کیلومتر در ثانیه است سرعت نور. حالا این باید یک سال طی کنه، یعنی 365 روز. هر روز 24 ساعته، هر ساعت 3600 ثانیه است. همه این اعداد در هم ضرب بشه میشه کیلومتر، میشه اندازه یک سال نوری. اینم که میگن گفتم. آره، 9 تریلیارد و خورده کیلومتر میشد. نکته بعدی اختلاف منظر رو فکر کنم نگفتم. اختلاف منظر ستاره رو میخوایم تشخیص بدیم کجاست، فاصلش ما چقدره، اون زاویه مطمئنی؟ یه بار بگم، مثل همینه، یه بار دیگه بگم. اینو میخوایم عکس بگیریم، سریع عکس بگیریم. اونا که نگفتیم ما بگیم، چیزی جا نمونه امروز دیگه. میخوایم عکس بگیریم سریع. خب گرفتین. اختلاف یادم در مورد خیام بهتون گفتم چه جوری تقویم نوشت. ما با استفاده از صورت‌های فلکی، همون ستاره‌ای که تو آسمون شکل‌های خاصی براشون در نظر گرفتیم، میتونستیم هم جهت یابی کنیم هم تقویم بنویسیم باش. یکی از چیزایی که کمک میکنه به دانشمندان، دانشمندان با استفاده از اون میتونن حتی توی نوشتن تقویم و اینکه این ستاره کجا بوده، الان کجاست، قبلا کجا بوده، با استفاده از اینا بتونن تقویم بنویسن. یکی از اون روش ها اختلاف منظره. اختلاف منظر بیشتر برای اندازه‌گیری فاصله ستاره تا ماست، تا زمین. چجوری این کارو میکنن؟ نگاه کنید. ما میدونیم که خورشید تو یکی از دو کانون مدار گردشی زمین به دور خورشید قرار گرفته. زمین تو یک مداری داره دور خورشید میچرخه. اتفاقا نیمکره شمالی تو زمستون نزدیکتره به خورشید. پس فکر نکنید که چون فاصلمون نزدیکتره به خورشید پس اینجا تابستونه، این بر زمستونه. نه، همچین چیزی نداریم. ببینید، زمین چون محور چرخشش مایله، موقعی که مایل هستش الان قسمت بالا میشه تابستون، یعنی نیمکره شمالی، نیمکره جنوبی میشه زمستون. وقتی برعکس میشه، وقتی برعکس گفتم، نیمکره جنوبی میشه تابستون، نیمکره شمالی میشه زمستون. وقتی برعکس میشه الان این طرف میشه تابستون، این بر میشه زمستون. حالا اینو تو جغرافی میخونید. چون محورش کجه به سمت خورشید وقتی باشه میگیم تابستونه، وقتی دور باشه میگیم زمستونه. این به خاطر اون. حالا تو جغرافی میخونه، چرخش محوریش اینه. یه خط شبانه روز داریم، یه محور زمین که 23 و خورده درجه هم نسبت به اون خط وسط، یعنی قطب شمال و جنوب، 23 و خورده درجه هم کجه، یعنی رو محور قطب نیست، یه ذره فاصله داره چرخش زمین ها. خب حالا ما به اون کار نداریم.
از اینجا تا اینجا میدونیم 6 ماه طول میکشه. از اینجا که زمین میخواد حرکت کنه بیاد اینجا 6 ماه طول میکشه. ما موقعی که اینجا هستیم میام یه ستاره رو رصد میکنیم. این یه ستاره است. وقتی رصد کردیم با یه خط بهش وصل میکنیم. رو کاغذ میکشیم. اون زاویه رو اندازه میگیریم. تو ذهنمون میسپاریم یا تو نوشته هامون مینویسیم. همون کاری که خیلی از منجمین قدیم این کارها رو میکردن. پس اینجا رو زمین وایستادیم. داریم یه ستاره رو نگاه میکنیم. خط رو رسم میکنیم. خط رو رسم کردیم. بعد در طول این 6 ماه هم میتونیم این کار انجام بدیم. یعنی هر روز بشینیم همین کار رو نگاه کنیم، هی خط رسم کنیم، هی خط رسم کنیم. اما برای اینکه قاطی نکنیم یا گیج نشیم، 6 ماه بعد که زمین از اینجا اومد اینجا، دوباره رصد میکنیم همین ستاره رو، خط رو رسم میکنیم. الان این دوتا خط از ستاره رد شدن، این ستاره مونه که خیلی هم مثلا دوره، از ستاره رد شدن، اینم یه زاویه ساختن. این زاویه رو بهش میگن اختلاف منظر بین این ستاره، بین این دو نقطه. اختلافی که دیده میشه، منظر یعنی دیده شدن. ما این ستاره رو هم الان دیدیم هم 6 ماه پیش دیدیم. اختلاف چی بوده؟ این زاویه به وجود اومده، بهش میگیم اختلاف منظر. یعنی ستاره ستاره زمین داره میچرخه دیگه. ستاره هم اگرم حرکت کنه خیلی کم حرکت میکنه، تقریبا همه دارن با هم حرکت میکنن. حالا یک کوچولو این ور اونور، یک کوچولو خطا داره. آره اونم با ماست. چون زمین داره میچرخه به دور خورشید، معمولا ستارهاشون خیلی دورن، این چرخششون کمتر دیده میشه. چرخش دارن ولی خیلی کم دیده میشه. شاید اصلا متوجه نشیم، چشم غیر مسلح متوجه نشیم که اونم حرکت کرده. به نظر ثابت میاد. الان اینجا 6 ماه بعد مثلا همینجاست، یک کوچولو فرق کرده. یه زاویه تشکیل میده. به این زاویه میگیم اون زاویه اختلاف منظره. حالا اگه یه ستاره نزدیکتر باشه، یه ستاره نزدیکتر، ببینیم چه اتفاقی میفته. باز از اینجا نگاهش میکنیم. این دفعه با رنگ مشکی نشون میدم. از اینجا نگاهش میکنیم، یه خط میکشیم. دوباره 6 ماه بعد یه خط میکشیم. الان این زاویه با این زاویه چه فرقی کرد؟ بیشتر شد. پس اگر اختلاف منظر بیشتر باشه یعنی چی؟ ستاره به ما نزدیکتره. تا اینجا فهمیدین چی شد؟ متوجه شدین بچه ها؟ پس وقتی که شما ستاره های مختلف رو دارید نگاه میکنید، طی 6 ماه خطوطی رسم میکنید، زوایایی تشکیل میشه. این زوایا مطمئناً با هم اندازه‌شون فرق میکنه، مطمئناً فرق میکنه، یه درجه ایه. حالا اگر اینجا رو گوش بدیم، اگر این زاویه برابر باشه با یک ثانیه، ممکنه الان بعضیا بگن که یک ثانیه آقا یعنی زمان. نه ماهان، یک ثانیه چیه؟ توی زاویه درجه است بچه. یک ثانیه یکی دیگه از واحدهای درجه هم هست، بهش میگن یک ثانیه قوسی. یک ثانیه زمان با این فرق میکنه ها. این یک ثانیه مال درجه است. اگه یک درجه رو 360 درجه که میدونید دایره 360 درجه است، این 360 درجه، الان این میشه یک درجه، فرض کنیم میشه یک درجه. اگه این یک درجه رو 360 قسمت کنیم میشه یک ثانیه. پس اون زاویه که یه درجه است و تقسیم بر 360 کنید تازه میشه یک ثانیه. حالا اگر این زاویه‌ای که اختلاف منظر هستش یک ثانیه باشه، وقتی اختلاف منظر یک ثانیه باشه یعنی یک 360 درجه باشه، خطی که رسم می‌کنیم مستقیم به محور، به اصطلاح محور بین زمین و خورشید، به شعاع بگیم، به شعاع زمین و خورشید رسم می‌کنیم، این خط میشه یک پاراسک یا پاراسک بگیم بهتره. الان میگم این خطه میشه یک پاراسک. یعنی فاصله اینجا تا خورشید، تا ستاره ببخشید، فاصله این نقطه تا ستاره میشه یک پاراسک. پاراسک تقریبا 3 ممیز فکر میکنم 6 دهم سال نوری بود.
پس یک پاراسک مساوی است با 3.6 تا مثال نوری. پس یکی از واحدهای دیگه فاصله است که از سال نوری 3.6 تا بیشتره. یعنی وقتی شما سال نوری رو تبدیل کردید به کیلومتر، ضرب در 3.6 تمام کنید، تازه میشه یک پاراسک. پاراسک چی بود؟ وقتی اختلاف منظری که به دست آوردیم یک ثانیه باشه، یعنی اون زاویه انقدر کوچیک باشه که یک ثانیه باشه، فاصله اون ستاره تا ما میشه 3.6 تمام سال نوری یا یک پاراسک. این تو کتابتون نیست، ولی خب تو مبتکران هست. یعنی تو امتحان نهایی نمیاد، ولی تو تی سوشان اینا ممکنه بیاد. درست شد؟ خب عکس بگیرید تا من یه جنبندی در مورد قضیه بکنم. خیلی خیلی دوره. برای اندازه گیری سیارات نیست، برای اندازه گیری ستارگان است. پاراسک ماره سیارات نیست. سیارات واحد نجومی استفاده میکنیم، یعنی چیزایی که تو منظومه خورشیدی از واحد نجومی استفاده میکنیم، چون 150 میلیون کیلومتر فوقش 10 تا 150 میلیون کیلومتر میشه. ولی این 3.6 تمام سال نوریه، یعنی نزدیکترین ستاره به ما چند بود؟ تقریبا 4 سال نوری بود. یعنی 1.2 پاراسک. اسمش هم آلفا قنطرس بود. خارجیش نمیدونم چی میشه. خارجیش یادم نیست، روخچه بولش. یادم نیست خب. خب یادم نیست آقا، یادم نیست. عکس بگیرین، عکس بگیرین. من یه بار دیگه سریع بگم از شما سوال کنم. به چه درد که شاید یه روزی ما بخوایم از زمین بریم بیرون. پس باید سیاراتی رو توی منظومه های کناریمون کشف کنیم که شبیه زمین باشه آب و هواشون. چرا واحد الکی میسازن؟ دیگه آره میتونن. ببینید چون خیلی فاصله ها زیاده، بهتره که ما واحدهای خیلی بزرگتر داشته باشیم. تو نوشتن آسان تر میشه. برای همین واحده بزرگ میسازن. ما فاصله کهکشان داریم چند میلیارد سال نوری با ما فاصله داره. حالا اون چند میلیارد سال نوری اگه ضرب داره مثلا کیلومتر بخوام به کیلومتر تبدیل کنیم، خیلی عدد بزرگ میشه. پس واحده بزرگتر استفاده میکنن. یک دلیلش اینه. دلیل دومشونه که اون سیاره رو میخوام پیدا کنم. پیدا کردم ببینم چقدر فاصله داره، ما چقدر طول میکشه تا اونجا برسیم. پس چرا دیگه منظومه ستاره داره، ستاره داره که سیارات دور حرکت میکنن. پس ما اون ستاره رو اول میشناسیم، بعد سیاره که تو اون دور اون ستاره میچرخه رو فاصلهش اندازه گرفتیم. حالا میگیم چقدر طول میکشه؟ خب 3-4 سال نوری بیشتر طول نمیکشه. یعنی الان بریم مثلا 60-70 هزار سال دیگه شاید برسیم بهش. پس فکر میکنن چی کار کنن؟ مثلا فضا زمان رو بهم بچسبونن، تونل بزنن، کرمچاله بسازن و هزار تا کار دیگه ای که ممکنه بکنم. ممکنه به هیچ دردی نخوره، شاید یه روزی به درد بخوره، شاید. ولی قدیما خیلی ستاره شناسی رو بهش اعتقاد داشتن، چون از روی ستاره شناسی میگفتن ما میتونیم یه سری وقایعی رو به اصطلاح تشخیص بدیم. وقایع تاریخی بعد در آینده چه اتفاقی میفته. حتی دوه؟ خب مرس، من گفتم یادم نیست. 3.2 بچه میگن 3.2 حتما سو مطمئنی 3.2 کی گفت 3.2 حتما 3.2 دیگه. آقا آتیله گفته فضا زمان یعنی چی؟ فضا زمان یه مکانه، اون مکان فضا زمان، این صفحه فضا زمان. یعنی میگن تمام این ستاره ها و سیارات رو یک صفحه قرار گرفتن که این صفحه بر اثر گرانش سری چاله هایی داره، فرو رفتگی هایی داره. هرچی اون ستاره بزرگتر، اون جرم آسمانی بگیم، ستاره نگیم، اون جرم آسمانی هرچی بزرگتر باشه این فرو رفتگی بیشتره. حالا این سفر اگه بتونیم اینجوری خمش کنیم بر اثر گرانش زیاد، بتونیم فاصله ها رو کوتاه کنیم. ولش کن، منو درسید وصلشون کن، من پاک کنم وصلشون کن. صادق دلقی میاد؟ صادقی دولقی حالت چطوره؟ صادقی خوبی؟ میکروفون رو سب کن، یه دقیقه میکروفون روشن کنیم.
خب تا صادقی بس میشه بریم سر وقت منظومه خورشیدی. از چی ساخته شده؟ منظومه خورشیدی خورشید داره، یعنی ستاره. 8 تا سیاره داره. 4 تا سیاره شو بهش میگن داخلی، 4 تا دیگه رو میگن خارجی. سیارات داخلی جنسشون از سنگ و فلزه. بس شد؟ سیارات خارجی جنسشون از گاز و مایع است. سیارات داخلی جو دارن. اینا معمولا جو یا اتمسفر ندارن. سیارات خارجی حلقه دارن که معروف ترینشون زحله. اینا حلقه ندارن. جانم دیگه چی؟ سیارات داخلی کوچیکن، چگالیشون ولی زیاده، اما سیارات خارجی بزرگن، چگالیشون کمه. چگالی زحل انقدر کمه اگر ما میتونستیم زحل رو درست صحبت کن، اگه میتونستیم این اپراتور ما خارجیه، اگه میتونستیم زحل رو بیاریم تو اقیانوس آرام بندازیم، این زحل روی آب وای میستاد، چون چگالیش از یک کمتره، خیلی بزرگتر از زمینه، خیلی بزرگتره. حالا میگم اگه میتونستیم این کارو بکنیم، یعنی میذاشتیمش روی آب، توی آب فرو نمیرفت. پس این ویژگی سیارات داخلی و خارجی شد. مثالم بزنم و صادقی حرف بزنه. سیارات داخلی از عطارد شروع میکنیم که نزدیکترین به خورشیده، بعد زهره یا ناهید یا ونوس، عطارد یا مرکوری، بعد زمین یا زمین یا ارث، مریخ یا بهرام یا مریخ. چی بود خارجیش؟ مارس. مریخ یا مارس. بعد خارجی یا مشتری یا جوپیتر، زحل یا کیوان یا ساترن. بعد از این دیگه فارسی نداریم، نپتون داریم و اورانوس داریم، بعد نپتون. بذار به ترتیب بنویسم، اورانوس و نپتون. تو اینا فقط نپتون یه ذره اندازه زمینه، یه ذره تازه زمین بزرگتره، خیلی بزرگتر دیگه نیست. بقیه شون دیگه خیلی بزرگترن. اینا هم همه از زمین کوچیکترن. حالا سوال کنه صادقی، وصلش کن. سلام آقای صادقی. امیر حسین خان سلام استاد، حالت چطوره؟ صدات میپیچه، باید یکی از بلنگوهاتو قطع کنی. استاد درست شد؟ درست شد، بله، بگو. سلام استاد، حالت چطوره؟ خوبی؟ بگو سوالتو بگو. خوب هستی؟ خسته نباشید. سلامت باشی. امروز اولین جلسته؟ بله استاد، تازه اومدم. خوب سلامتی، انشالله که موفق باش. بگو استاد، میخواستم یه چیز بپرسم. این وقتی که فضا یه گرم خیلی سنگینی روش میاد، میشه مثلا، میگم مثلا اون سیاه چاله که به وجود میاد داخل یه چیز می توش از بین میره کاملا، اون چیز که میره توش احتمال داره پارگی فضا باشه؟ ممکنه. آره، چرا که نه، انقدر گرانش زیاده که انقدر گود شده که معمولا خیلی گود میشه، ممکنه بهش پارگی هم بگی. من شنیدم پارگی رو. بعد استاد این فضا میگن یه ماده بهش میگن انرژی سیاه، انرژی بله. تاریکی. بله. این انرژی تاریکی، آقا استاد من اینجا خوندم که میگن سرمایه خیلی زیاده، خلأ به وجود اومده. ببین، ماده سیاه و انرژی سیاه یا ماده تاریک و انرژی تاریک که قسمت عمده فضا رو پوشوندن، چند سالیه کشف شده و روش خیلی دارن تحقیق میکنن. هنوزم نمیتونن دقیق بگن چیه، از چی ساخته شده، ولی خب فرضیه هایی هست دیگه. بس از این سوال رو نپرس، سوال مربوط به درس بپرس. بله بله، مرسی استاد. قربونه، نفر بعد. بچه سوال هایی استاد، فقط هان جان،
فقط استاد شما کم زیادی جلوید، مثلا تو مدرسه ما تازه فصل 8 اصلا نمی کنیم، اشکال ما نداره فصل برای 10 شما. دارید تموم ما تقسیم بندی کردیم یک شنبه ها، ما الان فصل 8 تازه، سه شنبه ها فصل 10، چون فیزیک رو از زمین شناسی و زیست جدا کردیم. یک شنبه ها بیا فصل 8 تازه تموم کردیم. 8 5 شنبه ها آها شما خودتون 5 هم هستید، معذرت میخوام، راست میگه. بخون بخون چی نفر بعد میام بخون. رضا بجم کار داریم بخود، عکس میخوایم بگیریم بگیرید. سیارات خارجی مثل اینا جونم. آقا سلام. سلام رضا. آقا منظومه شمسی مگه سیارک و خورده سیاره و اینا هم داخلش نبود؟ سب کن سب کن، تازه یه قصرشو گفتم، تازه گفتم خورشید داره 8 سیاره، بقیهشو الان میگم. سب کن. بعد آقا گفتین یک ثانیه، اونجا گفتین میشه یک پاسکال دیگه. نه پاراسک. هم پاراسک پاسکال ماره فشاره بعد آچه مجید جم دل بندم با دیگه. آقا دو ثانیهش میشه دو تا پاراسک. چقدر میشه عدده؟ رضا نه نه، اگر نگاه کن، اگر این زمین، این خورشید، این ستاره، زاویه‌ای که ساختن، یعنی اون اختلاف منظره، اون زاویه اگه یک ثانیه بود، این فاصله میشه یک پاراسک. زاویه اگه دو ثانیه باشه این پاراسک نمیشه اصلا، نمیشه اصلا، یه چیز دیگه میشه، شاید کمتر از پاراسک بشه، چون اگه بیش زاویه دو ثانیه باشه ستاره به ما نزدیکتره. اختلاف، ببین اختلاف منظر زیاد بشه فاصله کمتر میشه. موقعی که این زاویه اختلاف منظر بیشتر شد یعنی ستاره به ما نزدیکتره. پس اگه دو ثانیه باشه شاید نصف بشه اصلا. اگه نیم ثانیه باشه دوباره میشه. گرفتی رضا؟ مرد، رضا مرد، برو بعدی. تاها یه سال نوری واحدش کیلومتره، واحد فاصله است. سال شمسی تقویمه، واحد زمانه. با هم ربط ندارم. ببین بچه سال نوری واحد فاصله است، سال شمسی واحد زمانه، با هم فرق میکنه. ایلیا جون بگم بگو کار داریم. سلام استاد. استاد ببخشید یه سوال داشتم، البته مال جلسه قبل وقت نشد برسن. استاد گفتین که در جلسه رنگ آبی چی؟ رنگ آبی گفتین، یعنی داغ‌ترین حالت، یعنی نپتون و اورانوس الان رنگ آبی هن، یعنی خیلی داغن؟ ربطی نداره، ما در مورد ستاره ها داریم حرف میزنیم، ما سیارات. نه استاد جلسه قبل درباره سیاره ها داشتین توضیح میدادین، گفتین درباره مریخ و اینا. هی ایلیا، ما در رابطه با ستارگان رنگ رو گفتیم، نه درباره سیاره. سیاره رنگش به دماش نیست، به ماده توشه، زمین آبی دیده میشه. زمین آبی دیده میشه پس داغه؟ نه استاد آبی دیده نمیشه. چند رنگ استاد؟ هفت رنگ. چند رنگ؟ تو رفتی فضا دیدی ما نهیدی؟ نه استاد ما هم نرفتیم. خب پس حرف نزن. چشم استاد زمین میگه سیاره آبی چون از ماه آبی دیده میشه. خب بریم سر وقت بقیه قسمت های منظومه خورشیدی. گفتی منظومه خورشیدی یه ستاره داره به نام خورشید، 8 سیاره داره که گفتیم 4 تاشون رو میگن داخلی، 4 تاشون رو میگن خارجی. این خورشید اول عطارد، دوم زهره، عین ز، سوم زمین، دو تا ز شد پس اینو میگیم ناهید نون، بعدی مریخ، بعد از این یه فاصله زیادی ایجاد میشه میره بعدی مشتری، مشتری هم که میمه مینویسیمش دعوا نشه، بعد از اون زحل کیوان، بعد از اون اورانوس، بعد از اون نپتون، بعد از اونم پلوتو، اینا که دیگه سیاره حساب نمیشن. یه دونم کمربند اینجا داریم، دو تا کمربند داریم، راستی دو تا کمربند هست، یه کمربند اینجاست بهش میگن کمربند سیارکی، یک کمربند این پشته، این هم کمربنده،
بهش میگن کویپر. حالا میگم این کمربندا بین کمربند اول بین مشتری و مریخ، تو این کمربند پر سیارکه. فرضیه است که میگن قدیما تو این مدار دو تا سیاره بودن، خوردن به هم، خورد شدن، یه سری اجزاشون پرتاب شد تو فضا، پخش شد تو فضا، یه سریشون جذب مشتری شد، یه سریشون اینجا موندن، دارن توی مدار دور خورشید میچرخن. نه مری خیلی کوچوله، فاصله‌اش هم زیاده، خیلی جذب انجام نمیده. ولی چرا؟ یه ذرهش خورده، هر روز ممکنه بخوره، هنوزم که هنوزه میخوره، یا یه سریشون میاد میخوره حتی به زمین. اما بیشترشو خوشبختانه مشتری چیکار میکنه؟ جذب میکنه، چون مشتری گرانشش زیاده. بیشترین گرانشو تو منظومه خورشیدی بعد از خود خورشید مشتری داره. بستگی به حجمش، دو بستگی به ماده تشکیدندش یعنی جرمش. اونهایی که داخلی هستن چون سنگ و فلزن، چگالیشون بیشتر از اونهای خارجی هستن که گاز و مایع. ما میدونیم چگالی جامدات بیشتر از چگالی گاز و مایع هست. چگالی زیاد باشه گرانش هم بیشتره. مشتری خیلی بزرگه، ولی مثلا گرانشش فرض کن 25، حالا یه ذره بالا پایین یادم نیست عددش. زمین خیلی بشه 10. مریخ از زمین کمتره، زهره از زمین کمتره. بیشترین داخلی ها زمینه، بیشترین خارجی ها مشتریه. مشتری حجمش خیلی بیشتر از زمینه، اما گرانشش 2.5 برابره. پس معلومه که جنسش با زمین فرق میکنه. اما این سیارک ها جنسشون شبیه به جنس زمینه، یعنی جنسشون شبیه داخلی هاست، جنسشون سنگ و فلزه، که بعضی هاشون از اینجا خارج میشن میان به سمت زمین، نیروی جاذبه خورشید جذبشون میکنه، گاهی اوقات که از مدارشون خارج میشن میان به سمت زمین. به اینا میگن اجرام آسمانی. این اجرام آسمانی که جنسشون سنگه یا فلزه، یا فلز خالیه، این آهنه مثلا، آفرین، میان زمین، که میاد سر راشون میخورن به زمین. خوشبختانه دور زمین ما اتمسفر داریم، یعنی جو داریم. وقتی که این سنگا میخورن به جو زمین میسوزند، نور میدند. وقتی که سوختن تموم شدن بهشون میگیم شهاب. اما گاهی اوقات اینا که میان بزرگترن از اتمسفر زمین، در حال سوختن به صورت نور آتیش گرفته، یک سنگ آتیش گرفته، میخورن به زمین، بهش میگیم شهاب سنگ. فارسیش میگن شخانه. نخوره میشه شهاب؟ نخوره اون بالا بره. شما مثلا تو آسمون، تو تهران که معمولا نمیشه، ولی اگه بچه شهرستان باشید الان بهتون میگم دو موقع از سال شما میتونید شهاب های زیادی تو آسمون ببینید. حتی گاهی اوقات تو تهران هم دیده میشه بزرگاش. در عرض یک ساعت میتونید 100 تا شهاب ببینید تو دو نقطه از سال، که الان توضیح میدم. شهاب چیه؟ سنگ آسمانی میاد توی اتمسفر میسوزه، تو فقط یه خط نور میبینی، یه دود میبینی. نوراش هم تازه رنگاش فرق میکنه، چون جنس این سنگا با هم فرق میکنه، پس موقع سوختن رنگشون فرق میکنه. آزمایش شعله یادتونه؟ نمیدونم یادتونه هست یا نه، انجام ندادم براتون. سید میسم، آزمایش شعله رو انجام دادیم؟ اون که میگرفتیم روی شعله آبی رنگ، اونو مونتاژ کردین؟ پس اگر وقت کردی اون اولویت آره باریکلا. پس بچه وقتی مونتاژ شد اونو میبینید که وقتی یه عنصری بسوزه رنگش با عنصر دیگه فرق میکنه. برای همین رنگ شهابایی که میبینیم فرق میکنه، بیشترش زرده، چون آهنن بیشترشون، چون آهنن بیشترش شما زرد میبینید. حالا اگه این نوره رو که داری میبینی همینجوری بیاد بخوره به زمین، به اون میگن شهاب سنگ. 7-8 سال پیش بود، مردم از یزد و شهرهای اطراف صدای روز روشن، یه نور دیدن و یه صدای خیلی شدید، که چون اون طرف ها نتنز و کارهای اتمی ما انجام میدادیم، همه گفتن ایران بمب اتم منفجر کرده، شایعی شد و بند و بساطی و بگیر و ببند. و بعد فهمیدن که یه شهاب سنگ انقدی خورده زمین، انقدر
دانشمندان دانشگاه تهران رفتن اونجا گشتن پیداش کردن انقدر بود. یه چیز انقدی این صدا رو تولید کرد تو روز، نور شهید تولید کرد که تو روز دیده شد. حالا حساب کن اونی که زمان دایناسورا اومد چند کیلومتر قطرش بود، موقعی که رسید به زمین وقتی برخورد کرد به زمین انگار 100 تا بمب اتم منفجر شده، و وقتی بمب اتم منفجر شد چه ذراتی پخش شدن تو فضا، سونامی هایی به وجود اومد، زلزله های شدید و کلی دایناسور از بین رفتن. اونی که خورد تو زمین یک شهاب سنگ بود، یک دنباله دار میگن. نه نه شهاب سنگ بگیم بهتره جانم. چی بود میگفتن که میخواد بخوره چنو آمریکای جنوبی؟ توضیح میدم. خب پس شهاب سنگ و اینا رو هم گفتم. یه چیز دیگه بگم، توی این به اصطلاح منظومه خورشیدی که ما کمربند سیارکی یعنی اجرام آسمانی داریم، اطراف بعضی از سیاراتمون یه چیزای کوچولو داریم. زمین یه دونه داره، مریخ دو تا داره، مشتری فکر کنم 40 یا 60 تا شد، همینجوری کشف میشه 40 خورده ای که 4 تاش اصلیه، بهش میگن قمرهای گالیله، چون اولین بار گالیله با دوربین، با دوربین میگم با تلسکوپ تونست این 4 تا رو ببینه و نامگذاری کردن، یکیش هم به نام خودشه. بعدی کیوان هم خیلی زیاد داره، اینا همشون دیگه دارن ولی تعدادش من حفظ نیستم خداییش. به اینا میگن به اینا میگن قمر. مال زمین اسمش ماهه، ماه یه نوع قمره، یعنی یک جرم آسمانی، جنسش هم سنگه. قمرهای مشتری هم جنسشون سنگن، بعضشون یخن، مثل یه قمری هست تایتان که یخه، کاملا کره یخیه. تایتان میگن یکی از پیشنهادهای سفر به اونجاست برای زندگی، چون یخ آبه، ممکنه بعدن که خورشید بزرگ بشه اون یخش آب بشه، شرایط زندگی برای انسان فراهم بشه 1 میلیارد سال بعد مثلا. از الان به فکر اونن، 1 میلیارد سال بعد، یعنی همین 1 میلیارد سال بعد دیگه. توی اختلاس کردن 1 میلیارد عددی نیست که، ولی توی فاصله یا زمان خیلی عدده، تو بخور بخور عدد نیست ولی به دست آوردنش خیلی عدده. 1 میلیارد تومان در بیارید عمرن، به این راحتی عمرن. خب تخته رو پاک کنم، خیلی شلوغ شد، چون دوباره میخوام یه چیزایی بگم. دنباله دار یاد باشه بگم با اون سوالی که پرسیدی. سوال چی بود؟ آفرین، پاک میکنم. نمیخواد عکس بگیری، خیلی قرقاتیه دیگه. آها یکیشونه، حالی به حالی که میگن یکیشونه. خب بریم سر وقت باز قسمت‌های دیگه منظومه خورشیدی. منظومه خورشیدی ما این خورشید، این آخری نپتون، کمربند کویپر، بعد اینم که خورشید بود، اینم زمین، اینم مشتری. آقا یه سری اجرام آسمانی دارن میان به سمت خورشید، چرا؟ چون خورشید داره جذبشون میکنه. خوشبختانه سر راه ما کیه؟ مشتریه. این مشتری وقتی سر راه ماست میخوره به این. حالا اگه مشتری این ور باشه، زمین این ور باشه، دیگه مشتری نیست از ما محافظت کنه، اون وقت میاد میخوره سرمون، مثل زمان دایناسورها. پس باید همیشه با مشتری باشیم، ولی نیست اینجوری. میگن هوای مشتری رو داشته باشید، یعنی این کاسب خوب کسی که هوای مشتری داشته باشه. مشتری این نه، اون مشتری البته بله، ولی خب چند وقت پیش میگفتن یه جرم آسمانی داره میاد سمت زمین، چند وقت پیش، ما رو 20 سال پیشه. بعد محاسبه کردن گفتن این تو مسیر زمینه، یعنی ممکنه بیاد بخوره به زمین. خوشبختانه مشتری جذب شد. همین چند وقت پیش یه دونه اومد از نزدیکی ماه رد شد، ولی به ما نخورد، رد شد رفت. اونم فکر میکردن میاد به ما نزدیکتر، یعنی میخوره به ما، یا از کنار مثلا ما رد میشه، ممکن بود تأثیرات رو ما بذاره. بزرگ بود، چند کیلومتر بود مثل قطرش، ولی باز به ما نخورد. خلاصه ما داریم همینجوری شانس میاریم، ولی دایناسورها این شانس رو نیاوردن. یکی از دلایلش اینه. نگاه کنید، یادتونه گفتم من
کهکشان ما این شکلیه تقریبا. حالا بد کشیدم، بیشتر شبیه خرچنگ کشیدم. راه شیری میگن مارپیچه دیگه. ما اینجا قرار گرفتیم توی یکی از بازوها، یعنی این فرض کن بازو است، همونی که بهش میگیم راه شیری. یه قطری داره، یه دقیقه حرف بزن، یه قطری داره، اینجا پر ستاره است، این بازوی کهکشان، یعنی یکی از ایناست، بازوی کهکشان شیریه، پر ستاره. ما اینی، ما این آبیه ایم. ما که نه، منظورم منظومه ما، منظومه ما یه نقطه است این وسط. توی این کهکشان راه شیری وسط ها تراکم بیشتره و دانشمندا میگن ما یه حرکتی داریم توی منظومه، یکی این که داریم دور این وسط میچرخیم، یعنی دور مرکز میچرخیم، این کهکشانه داریم دورش میچرخیم. یه حرکت دیگه که منظومه ما داره اینه که تو اون بازو داره بالا پایین میشه، حرکت سینوسی داره، موجی داره، حرکت سینوسی و موجی داره. وقتی ما میرسیم این بالا که هر 100 میلیون سال یه بار یه مرتبه اتفاق میفته، ما میایم بالا، میایم توی منطقه‌ای که تراکم زیاده، یعنی احتمال برخورد شهاب سنگ ما زیاد میشه، بعد میایم پایین کم میشه. الان خوشبختانه اینجاهایی، 65 میلیون سال پیش این بالا بودیم، 35 میلیون سال دیگه باز میرسیم این بالا. 35 میلیون سال دیگه حواستون باشه، کلا سرتون باشه، کلا فلزی شهاب نخوره تو سرتون. 35 میلیون سال دیگه چیزی نیست. پس اینم یه حرکت دیگه. یه چیز دیگه که تو منظومه ما هست، اضافه ها رو پاک کنم و به دور خورشید داره میچرخه، یه سری اجرام آسمانی هم بهش میگیم دنباله دار. قدیما بهش میگفتن ستاره دنباله دار، غلطه. دنباله دارها جرم آسمانی هن، معمولا هم توده های یخ هن، جامد هن، توی مسیری دارن دور خورشید میچرخن. مثلا یکیشون اینجوری داره میچرخه، فرض کنه اینجوری داره میچرخه. یکی از معروفترین هاشون که داره میچرخه دور خورشید از اینجا میکشن، بهش میگن دنباله دار حالی. دنباله دار حالی فکر کنم اوایل انقلاب بود. آره تو آسمون ستاره نیست اینا، اینا جرم آسمونی هن، یخ هن، بیشتر شبیه قمر هن، بیشتر شبیه سیاره هن تا ستاره، نورم نمیدن از خودشون. حالی حدود 40 خورده سال پیش تو آسمون آسمون ایران، آسمون زمین بگیم، چون شب تو ایران خوب دیده میشه، اون طرف شب تو آمریکا دیده میشه، تو آسمون کره زمین دیده میشه با چشم غیر مسلح. من خودم دیدمش. چی تو آسمون میدیدیم؟ یه همچین ابر سفیدی میدیدیم، یه ابر سفید کوچولو، چند ماه هم بود، بعد از چند ماه دیگه دیده نشد. حالا چه اتفاقی براش میفته؟ این یخه، وقتی نزدیک خورشید میشه یخش ذوب میشه، یخه به صورت گاز در میاد، این گازش به خاطر نیروی گرانش خود این ستاره پشتش میمونه. وقتی هم که به سمت خورشید میاد گاز درست برخلاف خورشیده، چون پرتوهای خورشیدی اونو میرونن به عقب، ولی جاذبه نگرش میداره. یعنی اینجوریه تا بیاد از زمین از خورشید دور بشه دوباره بشه یه یخ، وقتی از خورشید دور شد دیگه باز دیده نمیشه، یعنی الان دیده نمیشه. 30 چند سال دیگه میاد خدمتتون، ما که نیستیم، شما میبینید، شما اون موقع اینقدر پیر شدی نمیتونید ببینید. دلم براتون میسوزه، دوربین بگیرید دستتون، عمرم بتونید با چشم معمولی ببینید. پیر مرد، حتی اون موقع پیر مرد، چند سالتونه؟ تازه میشید 50، اشکال نداره، میبینید میبینید، خسته نخورید. پس دنباله دار حالی رو میبینید، اما غیر از حالی چند تا دیگه هم دنباله دار داریم. این دنباله دارا بعضیشون موقتن، یعنی چی؟ ستاره دنباله دار حالی خیلی بزرگه، برای همین وقتی نزدیک میشه میره تموم نمیشه، چیزی هم ازش کم نمیشه، یه ذره کم میشه. اما یه دنباله دار همین چند سال پیش اومد اینجوری بود، فرض کن اینجا بود، کوچولو بود، وقتی نزدیک خورشید شد دیده میشد با چشم غیر مسلح، نه با دوربین میتونستیم زوم کنیم ببینیم، با تلسکوپ خیلی خوب دیده میشد. اومد محو شد، تبخیر شد، تموم شد،
یعنی دیگه نتونست این مدارش ادامه پیدا کنه. چند تا از دنباله دار این بلا سرشون اومده. یعنی وقتی به خورشید رسیدن بخار شدن، تموم شدن. شاید این چند میلیارد سال بارها و بارها از این دنباله دار اومدن. اما 4 میلیارد سال پیش تقریبا، 3.5 میلیارد سال پیش، 3.7، حالا یه عددی دیگه، من چه میدونم چقدر بود، ما که نبودیم موقع، یکی از این دنباله دارها اومد، مسیری که داشت اشتباه نمید خورد تو زمین، آدرس اشتباه گرفتن، بهش گفتدن دور خورشید بزن برو، این اومد خورد به ما، این زمین دنباله دار خورد به ما، با خودش چی آورد؟ یخ. چی آورد؟ آب. دانشمندان میگن آبی که تو کره زمین هست یکی از دلایلش برخورد دنباله‌دارها به زمین بوده، اونم میلیاردها سال پیش. شاید هم باز بیان، شاید باز بعضی ها اصلا الان چون علم پیشرفت کرده دیگه آدرس اشتباه بهشون نمیدن. البته اگه از اینترنت ملی استفاده کنن شاید آدرس اشتباه بگیرن، سرعتش کمه دیگه، تا بیاد به خونه خورده به زمین. خب فردا سوال داره، همه سوال داره. چه وضعشه؟ چرا همه سوال نمیکنن؟ نه همه بپرسی، نه خودش بپرسی. شما سوال نداری؟ نه کلش سواله. آتیله گفت آقا چه نیروی باعث گردش جانمدارهای آسمانی میشود؟ نیروی گرانش و نیروی جانب مرکز، نیروی گرد از مرکز. سوال دیگه هم برده بود، نتونستم بخونم. بچه سوال کنه، سوال بنویسید. یه جنت چیه؟ بهشت؟ نمیدونم، نشیدم. توضیح بده آتیلا. میدونی توضیح بده. فرید چی نوشته؟ صدا بس کن. عباس رو بس کن، فرداد رو بس کن. اینا که جدید اومدن بس کن. خب. سلام، خوب هستی؟ این چرا اینجا هنه هفتمه؟ جانم بگو. خب شد در چه صورت همون ستاره دنباله داره؟ که خورد شهاب سنگی که خورد به دایناسورا منقرض شدن، در چه صورتی به سیاره ما میخوره؟ نه خورد به دایناسورا که، خورد به زمین دایناسورا مرد. اگه میخورد به دایناسورا که فنریت دوباره میاد، پرت میشد بالا. در چه صورتی دوباره میاد؟ درسته ممکنه بیان، هر روز دارن میان، دائم دارن میان. میدونی هر روز صدها شهاب سنگ میخوره به زمین ما متوجه نمیشیم چون میسوزه. حالا ممکن یکیش دفعه گنده باشه، ولی الان چون ناسا چه میدونم به اسمای مختلف میگن، ناسا ما میگیم، چون ناسا رصد میکنه میگه آقا اون فلانی تو مسیر ماست، اون یکی فلان نیست، رصد میکنه بهمون اطلاع میدن از قبل. آقا گفتید یکی شهاب‌سنگ کوچیک خورده به یزد، اون چجوری نسوخته؟ بزرگتر بوده سوخته، کوچیک شده اینقدرش مونده، اونی که مونده خورده به ما. اولش مثلا فرض کن اینقدر بوده، آخرش شده اینقدر. ممنون. شهاب سنگی که بچه میاد به جو بخوره اولش بزرگه، بعد که خیلی بزرگ باشه یه کوچولوش میخوره به زمین. زمان ناصرالدین شاه یه شهاب سنگ انقدی خورده به زمین، انقدر. خب ببین اون چه صدایی تولید کرده زمان ناصرالدین شاه. بعد اون موقع مردم خرافاتی بودن، ببین چه نمازات یا نماز آیایی خوندن همشون. بعد دیگه چی میخواستم بگم؟ تو موزه هم هست، موزه کاخ مرمره، سنگ شهاب سنگه. بچه شهاب سنگ برای دانشمندان مهمه، چرا؟ چون با استفاده شهاب سنگ ها میتونم بفهمن که تو کهکشان ها چه خبره. شهاب سنگی که میاد فلز آهن زنگ نزده است، آهن خالصه. بعضی هاشون آهن نیستن و بیشترشون آهن هست که نشوندهنده اینه که خیلی از سیارات مثل کره زمین مرکزشون آهنه. مرکز زمین آهنه دیگه، به خاطر همین میدان مغناطیس داره. اصلا همین میدان مغناطیس زمینه که شفق قطبی ایجاد میکنه. سید میسم، سید اینجا بایست با میم، سید میسم شهاب سنگو بذار چیز شفق قطبی. ببین آوردمش، نیکانو بس کن، بعد فردا زب خانوم امجدو بس کن. شفق جانم سلام، کی الان؟ نیکانه؟ نیکانه خوبی؟ بگو عزم. مرسی آقا، میگم نیتم از رو ضعیفه سری میگم. آقا من یه چه دیده بودم میگفتش که گردش زمین مدار خورشید در حال کند شدنه، یعنی طول شبانه روز هم بیشتر و بیشتر میشه تا
ببین طول شبانه روز به حرکت وضعی زمین ربط داره، یعنی اون حرکتی که زمین به دور خودش داره. فکر می‌کنم نه 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 مثلا کل شبانه روز مثلا 24 ساعت بود مثلا که بیشتر میشه درسته؟ ببین 24 آره بیشتر میشه، کند بشه 24 ساعت بیشتر میشه. 24 ساعت به حرکت وضعی ربط داره، حرکت وضعی زمین به دور خودش، شبانه روز به این ربط داره. اونی که زمین به دور خورشیده به سال ربط داره، اون میشه مثلا 365 روز بشه 366 روز مثلا. الان سال بعضی از این سیاراتی که دور خورشید میگردن مثلا هرچی دورتره، مثلا نپتون رو فرض کن، نپتون یک سالش یعنی یه دور به دور خورشید بگرده اندازه 2300 سال زمینه. یعنی اگه شما برید تو نپتون بگی من یه سالمه، یعنی 213 سال زمینه. عددش علکی دارم میگم، عددش یادم نیست به خدا، یه جدول داره. حالا جدول رو پیدا کردیم به تو میگیم. اینجا بگی من یه سالمه یعنی 200 چند سال زمینی، چون زمین به دور حرکت اون سیاره به دور خورشید میشه یک سالش. پس یک سال زمین با یک سال نپتون خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. حالا اینی که داره میچرخه اگر کند بشه، بله حرف شما درسته، 24 ساعت میشه مثلا 24 ساعت 2 دقیقه 24 ساعت و 3 دقیقه و تا الی آخر. سال نپتون مدل 165 سال زمین. چند؟ بچه 165 ساله. یک سال نپتون 165 سال زمینه. پس اگر من رفتم تو نپتون گفتم من یک سالمه، نگه شیرخوره است. نه خیر. عمر نه جنتی رو دارم. ببخشید مثلا بهشتی منظورم. بهشتی هم که شهید شده. بگو بسید. یه گفته استاد چند سال دود روی زمین رو گرفت. خواهم امجاد رو بس کن. چه؟ استاد تا چند سال دود روی زمین رو گرفته بود؟ من نبودم به خدا. اطلاع ندارم. نمیدونم. نهار خوردی؟ نهار بهتون دادن استی؟ همسام نبود. بگو. سلام. سلام چطوری؟ سلامت باشی ممنون. جونم بگو. گفتین که سونی میلیارد سال پیش مثلا چه میدونم یه شهابی برخورد کرده به زمین. دنبال دار. وقتی که اون ماهوار مثلا ماهوارهایی که فرستادن به فضا فهمیدن که این 3.5 میلیارد سال پیش اتفاق افتاده یا نه اینو از قبل فهمیده بودن؟ ببین توی زمین یه سری اثرها و به اصطلاح آثار و بقایایی دیده شده، بر اون اساس حدس زدن که 3 میلیارد سال پیش یک توده یخی اومده خورده به زمین که آب تولید شده. از خود داخل زمین تشخیص دادن نه از تو فضا. مثلا اون سنگ چه اسمش؟ شهاب سنگی که زمان دایناسورها خورد الان تو خلیج مکزیکه. چیش تو خلیج مکزیکه؟ چالش. یه چاله‌ایه با قطر مثلا 180 کیلومتر. یعنی شهاب سنگ همچین چاله ایجاد کرده. این چاله رو که پیدا کردن حد زدن که این شهاب سنگ خورده. بعد سنگاشو پیدا کردن، تیکای سنگشو بررسی کردن، دیدن مثلا ما رو اینقدر میلیون سال پیشه. این روششو بهش میگن نیم عمر کربن. سال گذشته خوندید نیم عمر کربن، یعنی که عناصر عمر دارن، بر اساس عمرشون میان تشخیص میدن. مثلا میگن که این سنگ چقدر کربن داره، اینقدر، چقدر باید داشته باشه، اینقدر. میان تو فرمول قرار میدن، میگن این سنگ عمرش مثلا 3 میلیارد ساله. پس حدس میزنن که اینقدر میلیارد سال پیش دنبال دار خورده، اینقدر میلیون سال پیش شهاب سنگ خورده. پس ما هنوز نمیتونیم با استفاده از ماهواره اینو تشخیص بدیم که مثلا چند میلیارد سال پیش چه اتفاقی افتاده؟ ها، یه دونه تلسکوپ الان داره رفته تو فضا به نام جیمز وب. این تلسکوپ وقتی که قرار بگیره شروع کنه عکس گرفتن، از فاصله 12 تا 13 میلیارد سال پیش عکس میگیره. وقتی از اونجا عکس گرفت شاید یه چیزای جدیدی کشف بشه، ولی فعلا هنوز آینه ها شد تازه باز کرده، دستگاهشو داره راه میندازه، 2-3 ماه دیگه اولین عکساش میاد. هر وقت اومد اونجا با هم حرف میزنیم. اما 2-3 ماه دیگه میشه تابستون دیگه، ما شما رو نمیبینیم، ولی خب باز شاید با هم حرف بزنیم. تشکر. خب یه فیلم ببینیم. پلیش کن، پلیش کن. آی 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 سر چی میگی؟ فردا جان بگو. فردا جان بگو قر از اینه ببینم چی میگی. جونم فردا جان سلام. سلام عزیزم. قرص
خوبه جانم. اون در مورد آبای مثلا اقیانوس و دریا شنیدم که مثلا این آبا از بود بگو گوشم با توه ماها تقصیر ماها. مثلا شنیده بودم که این آبای اقیانوس و دریا از بازوچه های مثلا منظومه خودمون به وجود اومده. از چی منظومه خودمون؟ این بازوچه ها هستن که مثلا بازوی جبار خودمون روشی منظومه خودمون روشه. من شنیده بودم نه اصلا جبار اصلا تو منظومه ما نیست. جبار یه صورت فلکیه تو کهکشان ما، نه تو منظومه ما. منظورم این بازوچه ای که الان کشیده بودیم، بازوچه ما کهکشان بود کشیدن و خدا ما رو کهکشان بود. دقیقا همون میگفتن که مثلا اون آبی که شکل میگیره از اون سمت میاد، از سمت مثلا بازوچه ها میاد. ما سر سمتش دعوا نداریم، نه شرقی نه غربی، اصلا کاری به این کارا نداریم. میشه الان سمت الان شرقی هستیم، الان شرقی هستیم، به جهتش کار نداریم، ولی از خارج از منظومه شمسی هم میتونه اومده باشه. هیچ حرفی هم نیست، هیچ بحثی هم نیست، میتونه اومده باشه. من خودم قبول دارم. مرسی. فیلمو پلی کن. آقا این میکروفون دم دهنته، یواش هم حرف بزنی پخش میشه. آقا این محترم آب رو بر خب بر کیه؟ آه فیلمو بچه یه دقیقه استاپ کن، شما بیا فیلمو ببین از جلو. آه پس با پلیش کن. خب نگاه کنید، این بس استوب، این انفجار خورشیدیه. استوب بابا استوب، اون سیاهاری که میبینید بهش میگن لکه خورشیدی. الان میخوام در مورد خود خورشید حرف بزنم. لکه های خورشیدی نقاط سرد و تاریکی هستند که رو سطح خورشید دیده میشن. این لکه ها عمر دارن، از چند روز تا چند ماه عمرشونه. هر چقدر عمر این لکه ها بیشتر بشه، بزرگتر بشن، خطرناکترن. چرا؟ چون وقتی منفجر میشن اون تشعشعاتی که از خورشید میاد بهش میگن طوفان خورشیدی، شدتش بیشتره. که خورشید تو هر دوره های مختلف 11 سال و 50 خورده سال و 100 هزار سال دوره های مختلف داره که فعالیتش زیاد میشه. وقتی این فعالیت ها زیاد شد، این یا اصلا کلن چی اسمش؟ بگو یادم رفت. این لکه های خورشیدی وقتی منفجر شدن با خودشون یه سری اشعه میارن، طوفان خورشیدی. تو این طوفان خورشیدی خیلی چیزا هست، اشعه گاما هست، اشعه ایکس هست، امواج رادیویی هست و غیره. حالا امواج رادیویی که خطرناک نیست، اما اشعه ایکس و گاما داره میاد. میاد کجا؟ به سمت زمین. الان این خورشید سطحش انفجار انجام شد، زمین سر راهشه، ببینیم چه اتفاقی میفته. پس این زرده که میبینید یعنی اشعه گاما، طوفان خورشیدی میخوره به زمین. استوب بزن. وقتی خورد به زمین نگاه کنید، دور زمین میدان مغناطیس هست. این میدان مغناطیس جلوی این پرتوها رو میگیره تا یه حدی. اگه پرتوها خیلی شدید باشن رد میشه، اگه رد بشن خطرناکه، سرطانزاست، میتونه باعث جهش ژنتیک بشه. جهش ژنتیک رو سال قبل خوندید، دستکاری ژنتیکی ژن‌ها رو عوض کنه. وقتی ژن‌ها عوض شدن میتونه جانور عوض بشه، یعنی تکامل ایجاد کنه، یعنی جاندار جدید به وجود بیاد، مثلا میمون بشه انسان، زرافه بشه، یا زرافه بشه انسان. نه بابا همجوری که نه علکی گفتم، منظور تغییر کنه اگه شدید باشه. ولی اگه شدید نباشه این اتفاق میفته، میاد دور میزنه، میاد تو قطب ها میره بیرون. وقتی اومد تو قطب ها آسمون قطب رنگی میشه. پس پرتوهای خطرناک خورشید تو آسمون قطب رنگ ایجاد میکنن، رنگای سبز و بنفش که ما به اینا میگیم شفق قطبی. ادامه شو بده. در طی این چند میلیارد سال بارها و بارها این اتفاق افتاده که پرتوهای خورشیدی یا طوفان خورشیدی شدید بوده، تونستن از میدان مغناطیس زمین عبور کنن و نه تنها توی قطب، تو استوا دیده بشن. اگر تو استوا دیده بشه یعنی خطرناک. حدود 70 80 سال پیش توی قطب، توی استوا میگم قطب، شفق قطبی دیده شده 70 80 سال قبل. خب
بریم سر وقت خورشید رو بگم باز یه فیلم ببینیم. گفتیم که نور ستاره با استفاده از پاورپوینتمون چی شد؟ با استفاده از نور ستاره میتونیم به یه چیزایی پی ببریم. یکیش طیف جذبی بود. آره اگه بتونی بیاری خیلی خوبه. یکیش طیف جذبی بود، یعنی نور ستاره میومد از اتمسفرش رد میشد. میگفتیم تو اتمسفرش یه سری عناصر هستن به صورت گاز، موقعی که این نور از این گاز میخواد رد بشه یه سری از فرکانس ها یا طول موج های نور توسط این گاز جذب میشدن. وقتی جذب میشدن طیفی که باید از قرمز شروع میشد تا بنفش، یعنی همون هفت رنگ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش، این طیف نوریه. سال قبل خوندید فرکانساشون با هم فرق میکنن، فرکانساشون با هم فرق میکنه، این فرکانسش کمتره، این فرکانسش بیشتره، این طول موجش بیشتره. طول موج این بود، یادتونه؟ طول موجش بیشتره، این طول موجش کمتره. خب وقتی که نور داره میاد از این گاز رد میشه یه سری از این فرکانس ها جذب میشن. مثلا فرض کن گازش هیدروژن بوده، چند تا خط این وسط ها ما میبینیم، خطای تیره، این میشه کد هیدروژن، یعنی طیف جذبی هیدروژن مال خود هیدروژنه. یعنی اگه هلیوم بود دیگه خطا اینجا نبودن، یه جا دیگه بودن، مثلا اینجوری میشد، میشد این هلیوم الی آخر. پاورپوینت داریم یاری؟ که الان تو پاورپوینت داریم نشون میدیم، یه جدوله، هر عنصر برای خودش یه طیف جذبی داره، از روی این طیف جذبی تشخیص میدن که این ستاره چه عناصری تو اتمسفرش بیشتره. خب وقتی تو اتمسفرشه یعنی تو خودش هم بیشتره دیگه. بررسی کردن دیدن تمام ستارگان حتما هیدروژن هلیوم دارن. حالا بعضیا هیدروژنشون بیشتره، بهشون میگن ستاره‌های نو مثل خورشید، بعضیا هلیومشون بیشتره، بهشون میگن ستاره‌های قدیمی، یعنی دارن میمیرن، رو به مرگن، رو به موتن. ستاره هایی که خیلی نوعن و بزرگن و داغن یا آبی دیده میشن یا سفید یا سبز. دماشون هم گفتم 20 تا 35 هزار درجه که بستگی به رنگش داره. ستاره هایی که زرد دیده میشن 6000 درجه، مارا خورشید 5500 درجه است. ستاره هایی که قرمز دیده میشن 3000 درجه. ستاره‌ای که قرمز دیده شد یه ستاره قدیمیه، پس رو به مرگه. خورشید ما کم کم میمیره، 4 میلیارد سال میگن طول میکشه تا بمیره. بله میشه غول سرخ و بعد میمیرن. وقتی مردن حالا اتفاقاتی براشون میفته، یا کتوله سفید میشن، یا بعدش ستاره نوترونی میشن و یا سیاه‌چاله میشن، یا سحابی میشن، یا سوپرنوا شدن، یعنی منفجر شدن ها، و اتفاقاتی که میتونه برای یک ستاره رخ بده. پس رنگ ستاره، با رنگ ستاره میتونیم تشخیص بدیم دماش چیه، با طیف ستاره که از نورش باز میاد میتونیم تشخیص بدیم که چه عنصری توشه، و با استفاده از روش‌های مختلف مثل اختلاف منظر میتونیم تشخیص بدیم فاصله چقدره، تقریبا چقدر. سوال هست بپرسید تا بریم سر وقت. یه چیز دیگه میخواستم بگم، چی بود؟ بپرسید تا من یادم بیاد. مطمئن؟ بچه ها ببینید چیزی جا نیفته بشه، برگم هر چی بوده گفتم. ولی یه چیز دیگه یادم کجا؟ توی چی؟ توی آزمون ورودی ممکن از همین سال نوری و واحد نجومی و پاراسک و اینا سوال کنن، ممکن از طیف جذبی سوال کنن که خیلی مهمه. مثلا بگن که آقا چند تا بتون از اینا بدن، مثلا بگن هیدروژن اینه، میدن. آره شما نباید حفظ کنید بچه، شما کد هیدروژن حفظ نمی کنید که، اون نوار کد به صورت طیف جذبی هیدروژن رو بهتون میدن، هیدروژن و هلیوم و سدیم و چند تا عنصر بهتون میدن، بعد یه طیف جذبی بهتون میدن پر خطه، اون وقت میگن که توی این طیف جذبی که ماریا ستاره یه کدومه که از این عناصر هستن.
شما پیدا کنید دو تا هست، سه تا هست یا بیشتر کمتر. فهمیدی چی شد؟ نفهمیدی؟ یه بار دیگه بذار پاک کنم. نباید حفظ کنید، فقط مقایسه باید بکنید. الان میگم، یه بار دیگه میگم، آسون تر میگم براتون، آسون تر میگم که بفهمید یعنی چی. یه دقیقه من اینو بگم، بذار من اینو بگم. بچه ها نیاکه، ما یه طیف جذبی داریم مال هیدروژن. من فقط با یه خط نشون میدم این هیدروژنه، این هلیومه. جاشو نگاه کنید، اندازه این خط هم باید یکی باشه، نباید بزرگ کوچیک باشه، اندازه هم باید باشه. این هلیومه، مثلا این یکی سدیومه. فرض کنیم ها، یه خطشو بیارم این ورته که با اون فرق کنه الاخر، درسته؟ پس سه تا طیف دادم بتونیم. حالا این همین رو اینجا میکشم، بعد خطوطش رو میان رسم میکنن دقیقا همینجا، باز دقیقا اینجا، اینجا، اینجا. الان اینو بهت دادن، میگن این طیف یک ستاره ایه. پیدا کنید با استفاده از اینا، پیدا کنید چه عناصری تو این هست. شما میاد مقایسه میکنید. آره دیگه، الان اینجا ساده دادم اینجوریه. چه راحت شد. معما چون آسان شود چی حل شود آسان شود این چه چرت بود. معما چون حل شود آسان شود. آقا الان اینو مقایسه میکنیم، میگیم این هیدروژنشه، مینویسین زیرش هیدروژن. بعد اینجا مینویسین هلیومشه، اینجا مینویسین سدیومشه. یعنی هر ستا رو داره. پس اگه یه چیز دیگه اینجا بود که اینجوری بود، این جزء اون نیست. خط میزنید. به همین راحتی. بله بله. فقط اگه یه ذره خطاش بیشتر شد، یکم شما قاطی میکنید، وگرنه این همون موقع هاست. یه چی تو مایه ها. خب سوال بچه ها، سوال استاد، چند تا سوال؟ صادق دولم سوال داره با بپرس صادقی بپرس تا این معنی بزنم بره جلو. بچه ها دارم میبینن؟ بچه ها با استفاده از نور ستاره میتونیم یه چیزهای تشخیص بدیم. اینا که نوشته شدت نور، ها شدت نور نگفتم، شدت نورم بگم. جانم سلام استاد. سلام استاد، یه سوالی هم داشتم استاد. راسته که میگن زحل و مشتری ستاره ها یا همون خورشیدایی هستن که مثلا نتونستم ستاره به وجود میاد، چون که از هستهشون هیدروژن و نیتروژن به وجود میاد. البته هیدروژن دارن، گاز هستن، اما ستاره نبودن. اینا چرا یه جوری شاید بودن. بذار بگم آقا صحابی میدونی چیه دیگه، صحابی گازهای داغن. این صحابی ها جنساشون با هم فرق میکنه، ممکنه بیشترشون هیدروژن باشن، ممکنه توشون آهن باشه، ممکنه اکسیژن باشه، هلیوم باشه. پس جنس این گازهایی که صحابی رو میسازه فرق میکنه، در چه رنگاشون هم فرق میکنه، تازه شکلاشون هم فرق میکنه. مثلا یه صحابی رو میگن صحابی کله اسبی، شبیه اسبه. یه صحابی رو میگن صحابی خرچنگ، این خرچنگه، گل سرخ و الاخر. صحابی چیه؟ یه توده گازه. چجوری به وجود اومده؟ یه ستاره‌ای منفجر شده قبلن، این گاز رو به وجود آورده. حالا این صحابی میخواد خودش چی به وجود بیاره؟ ستاره به وجود بیاره. حرفت درسته اتفاقا، اگه از ریشه بخوایم بریم درست حرفت، کاملا درسته. این ستاره یک توده ی گازیه که بر اثر نیروی گرانشی، همینجوری که دارن حرکت میکنن، بر اثر نیروی گرانشی دور هم جمع میشن. حالا این توده گازی وسطش متراکم میشه. وقتی وسطش متراکم شد، مثلا خورشید یا منظومه شمسی اینجوری وجود اومده، وسط متراکم شد خورشید، بقیه ذرات و گازها به ترتیب همینجوری شروع کردن به اصطلاح به هم چسبیدن، متراکم شدن یا تو هم فرو رفتن، و کم کم همینجوری هی سیارات رو به وجود آوردن. پس بله، این سیارات در اصل از صحابی ها هستند و در اصل از ستاره ها بودند. شاید میتونستن مثل خورشید ستاره بشن، ولی چون خیلی کوچیک بودن قیدشو زدن، گفتن نمیخوام. حرفت کاملا درسته. من علکی گفتم نشنش. بله بله.
بعد میاد خورشید اگه بخواد نابود شه، چون که این هیدروژن نیتروژن به وجود میاد از زحل، آمونیاک به وجود میاد دیگه، میگن اگه اونو منفجرش کنیم خورشید میتونه به وجود بیاد دیگه. اینا شو دیگه نمیدونم، خیلی خارجی درف میزنی، من متوجه نمیشم راستش رو، خیلی نمیدونم دیگه، تا اینجا شو دیگه نمیدونم. بریم ساعت 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 وای سوال 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 زود زود زود. صادقی، این صادقی بود یکی؟ بله صادق دوله خودم اصلا. یه سوال دیگه بگو جونم. اصلا زمانی که این مریخ هستش اصلا نگو بگو نمیان الان کی داره حرف میزنه؟ بله بله یکیشونو قطع کن. صادقی بگو. آقا اینجا خیلی صادق بلغ بگو. بله ایلیا بود اومده بود اصلا. این آبایی که اومدن روی زمین میگه در شعب‌سنگ‌ها اومدن یا همون شعب‌باره ها دنباله دارها این شعب‌باره. بله دنباله دارها یا همون شعب‌باره ها. استاد اون اومده روی زمین احیانا نسوخته؟ نه دیگه کم سوخته، کمش ذوب شده، یه ذره سوخته، بقیهش اومده اینقدر بزرگ بوده نسوخته دیگه، اینقدر بوده اینقدر بزرگ بوده. بعد این شعب‌باره ها تو همون جایی که گفتید این کرم کرم میمونه بالا پای میشه، ما اون موقع قسمت بالایی بودیم درسته؟ زمان 4 میلیارد مدت فکر کنید. چیه این؟ برای کیه این؟ تو شیمیه دهم بچه ها در رابطه با این موادی که تو ستاره هست نوشته. آقا این شدت نور هم بگم بس سوال کن. باشه باشه شدت نور نیا کنید، شدت نور یه فرمول داره، فرمولش رو من بنویسم، آی وی میشه شدت نور، ام به توان 3 یعنی جم به توان 3، دی به توان 2 یعنی فاصله به توان 2، میگه شدت نور، این شدت نور با جرم، مکعب جرم نسبت مستقیم داره، با مجذور فاصله نسبت عکس داره. این فرمولشه، نگاه کنید. شدت نور میگه هر چقدر جلسه قبل کنم گفتم اینو، شما تو آسمون دو تا ستاره پر نور میبینید، دو تا پر جرم پر نور، دو تا لکه پر نور میبینید، یکیش مشتریه یکیش زهره است. گفتم گفتم آره گفتم آقا مشتری از ما دورتره، زهره به ما نزدیکتره، مشتری خیلی بزرگتره، زهره کوچیکتره. نگاه کنید نزدیکی و کوچیکی، جرم و فاصله نسبتاشون اینه. میگه هر چقدر جرم بزرگتر باشه ستاره میتونه پرنورتر باشه، هر چقدر فاصلهش نزدیکتر باشه میتونه پرنورتر باشه. پس وقتی من تو آسمون ستاره های مختلف میبینم، بعضیاشون پرنورن بعضی کم نورن، دلیل بر این نیست که کم نور دور باشه، ممکنه کوچیک باشه. و اونی که پر نور میبینم دلیل نداره نزدیک باشه، ممکنه بزرگ باشه. فهمیدید الان چی گفتم؟ ببین شدت نور یک ستاره به جرمش و فاصلهش بستگی داره. جلسه قبل مثال مشتری زهره زدم ولی فرمول نگفتم. الان توی پاورپوینت دیدم فرمولشو، میگه شدت نور یک ستاره با جرم ستاره یا جرم اون اون مثلا چیزی که میبینیم با مکعبش یعنی به توان 3 نسبت مستقیم داره، با فاصلش با مجذور فاصلش یعنی هرچی دورتر باشه نورش کمتره، هرچی بزرگتر باشه نورش بیشتره، یعنی رابطه ریاضی دیگه. وقتی صورت کس قرار میگیره این مستقیم، وقتی مخرج قرار میگیره این برعکس، یعنی هرچی فاصله بیشتر شود نور کمتر میشود، هرچی جرم بیشتر شود نور بیشتر میشود. حالا تمرینش رو نگاه کنید. گفته اگه فاصله ستاره تا زمین 100 برابر بشه، دی بشه 100 برابر، گفته شدت نورش چه میشه؟ خب الان شدت نورش چقدر میشه؟ زیاد میشه کم؟ زیاد یا کم؟ شدت نورش حتما کم میشه. چقدر کم میشه؟ 100 صد به توان 2، صد به توان 2 کم میشه، 100 نه، صد به توان 2 یعنی 10000، یعنی صد به توان 2ه، توانش یادمون رفت. پس سوال نیا کنید، میگه که اگر فاصله یک ستاره 100 برابر بشه، یعنی اینجا 100 بذارید،
100 برابر بشه نورش چقدر کم میشه؟ 100 به توان 2 کم میشه، یعنی 10000 برابر کم میشه. اونو تو محاسبات ریاضی به دست آوردم بچه‌ها. این که چرا 3 این چرا 2 کلی فرمول نوشتن تا به این رسیدن. من اون فرمولا که بلد نیستم که، من اینشو بلدم. ولی اون فیزیکدان و ریاضیدان و منجمی که به این فرمول رسیده کلی نوشته رو تخته. تخته دانشمندان رو دیدید دیگه، از این خرطو خرطره، همه جا نوشتن. آقاسا اینجا این چیز دورش دایره کشیده، با این دایره که این کشیده میگه این همونیه که من کشف کردم. نه بابا البته ایران بود، حتما یکی میاد پاک میکرد میگو چی بود این آشغالا پاک میکرد تمام نتایج ده. آقا ببخشید، مسئله سوال بپرس. اگه خورشید بمیره و سیاه شده تبدیل بشه زمین رو میخوره؟ چی؟ خورشید به سیاه شده بمیره و سیاه شده تبدیل بشه زمین رو میخوره؟ خانم بگی خورشید قبل از این که سیاه چاله بشه زمینو میبله، موقعی که داره غول سرخ میشه. ما دو نوع غول سرخ داریم، یه غولای سرخ خیلی بزرگ که بر اثر ستارگان غول پیکر ایجاد میشه، یه سری غولای سرخ داریم که بر اثر ستارگان مثل خورشید به وجود میاد. خورشید وقتی که سوخت هیدروژنش تموم بشه، بچا هیدروژن تبدیل میشه به هلیوم، جلسه قبل گفتم بهتون. وقتی سوخت هیدروژنش تموم بشه، هلیومش زیاد بشه، رنگ زرد میشه سرخ. حالا این خورشید بزرگ میشه، وقتی بزرگ میشه عطارد و زهره رو 100% میبلعه. دانشمندا میگن وقتی به زمین نزدیک میشه دو حالت پیش میاد، یا زمینو میبلعه یا با نیروی گرانشی زمینو پرتاب میکنه، یعنی زمین از منظومه شمسی فرار میکنه، دور میشه، ولی با سرعت زیاد. اون وقت رو اون سرعت زیاد هیچ کسی نمیتونه زنده بمونه. ولی خب قبل از همه اینها وقتی خورشید بزرگ شده، نزدیک زمین شده، اصلا هیچ موجود زنده ای رو کره زمین دیگه نمیتونه وجود داشته باشه، چون گرمای خورشید چون نزدیک شده میتونه باعث از بین رفتن همه چیز بشه. پس خیلی اتفاقات میفته. حالا اگه سیاه چاله بشه که دیگه 100% نه تنها زمین، خیلی چیزهای دیگه اطراف خودش رو میتونه ببله، چون میدونیم سیاه چاله گرانشش از همه چیز تو دنیا فعلا بیشتره. فعلا چرا؟ چون فعلا کشف شده، چیز دیگه هنوز کشف نشده، شاید یه چیز دیگه کشف بشه از سیاه چاله بدتر. تمام وقت؟ بچه سوال داریم بپرسیم. تو کم چاله بود، کم چاله. آره ممکنه که بعد درسته تو فیلم ها هستش که اشتباه میره مثلا. نه تو فیلم ها هست، تو فیلم ها هست، ولی وسط سیاه چاله شما بیای بیرون چرا؟ اگه از اینجا بیای اینجا بیرون، خب همون جایی که میخوای اومده بیرون، ولی اگه از وسطش بری بیرون یه جای دیگه در میای، یه مکان دیگه میای بیرون. نه یه چی دیگه اونجا همش باید بچرخی تا بمیری، چون با سرعت داره میچرخه. کیه؟ کی داره اینجا حرف میزنه؟ رضا. آنها میخواستم یه چیزی بگم. یه صحابی آقا تو کهکشان راشدی دیدن مثل صحابی شکارچی، فقط فاصله 7000 سال نوریه، وسعتش 300 سال نوریه که با چشم غیر مسلم میشه دیدتش. خیلی بزرگ آقا. خب تازه کشف کردن؟ بله آقا. بچه طیف های جذبی رو نگاه کنید. بعد شکارچی دومین صحابی که میشه بدون چشم غیر مسلح دیدتش از خود زمین. مرسی رضا، دست در نکنید گفتی. بچه پاورپوینت رو نگاه کنید، طیف میخواین عکس بگیری از پاورپوینت بگیرید. شاید هم بفرستم، فرستادم فصل ده و پاورپوینتشو. خب واسه چی؟ برای چی من دارم میزنم همینجا علکی؟ بچه سوال رو بفرستین توی واتساپ، من جوابتون میدم، چون الان یه گذشته. من تا برم چای بخورم یا فرید بگه. فرید سلام. بگه سلام. سلام سلام آقای کارگردان، حالت چطوره؟ با جشنواره استاد میگم که شما که میگین سیاره ها که از خودشون نوری نمی تولید نمی کنن، درسته؟ اینو من باستاب نور ستاره هاست. کاملا درسته. بله دیگه، من واسه همینو بگم، چون گفتی نوری که سیاره ها میدن. اینو من یه لحظه یه سوال دیگه هم داشتم. شما میگفتین که زمان ناصرالدین شاید سنگ قدیم میخوره، درست؟ اون زمان شما بودین؟ چی میگه؟
من رفتم موزه دیدم. رفتم موزه کاخ مرمر، تو موزه بود، بعد اونجا یه چیزی نوشته برای توی بی سواد، خوندم الان بعدم گفتم بزر جن پدر بزر که پدر بزر جنتی برای شد بوده. آقا اینا بچه ها خداحافظ، سوال داشتین تو واتساپ حتما بپرسید. خداحافظی میکنم.